زندگی خود را با بیمه مناسب به آرامش برسانید. بهترین، مطمئن‌ترین و مناسب‌ترین بیمه با محمد رحیمیان. بیمه‌های درمانی، بیمه‌های عمر، بیمه‌های ناتوانی جسمی، انواع سرمایه‌گذاری و بیمه‌های مسافرتی. 905-370-2011 inshofin.com. سلام بینندگان عزیز، با برنامه دیگه از بیمه در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که میدونید بیمه به زبان ساده روشی هست برای انتقال ریسک و ما بر اون هستیم که این ریسک ها رو بررسی کنیم. تصمیم گرفتیم که در برنامه‌های بیمه از کارشناسان سرشناس شهر تورنتو دعوت کنیم تا بتونیم اطلاعات مرتبط به هم رو به شما عزیزان انتقال بدیم. امروز در خدمت یکی از کارشناسان خوشنام شهر تورنتو هستیم، آقای همایون معینی‌فر که در زمینه وام در اینجا مشغول کار هستند. آقای معینی‌فر خیلی متشکرم که برنامه ما تشریف آوردید. خواهش می‌کنم. منم ضمن عرض سلام خدمت بینندگان عزیز تشکر می‌کنم از اینکه من دعوت کردین. سعی می‌کنم در این برنامه بتونم به سوال شما جواب بدم و بتونم به قول معروف تسهیلات بانکی رو برای دوستان باز بکنم. حتما همینطوره. آقای رحیمیان خیلی متشکرم از شما که برنامه خودتون تشریف آوردید. خواهش می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای معینی‌فر و همچنین بینندگان عزیز در سراسر دنیا. امیدوارم که سلامت و شاد و تندرست باشید. مرسی. آقای معینی‌فر فکر کنم در ابتدا بد نباشه که شما خودتون برای بینندگان ما بهتر معرفی کنین، در مورد زمینه کارتون توضیح بدین. خواهش میکنم. من مدت 12 سال هست که توی رشته امور بانکی و مالی هستم. خدمتون عرض بکنم که تا اونجا که تونستم سعی کردم که این تسهیلات بانکی را بیشتر برای عزیزان بازتر بکنم که اونا بهتر بتونن از این تسهیلات استفاده بکنن. خوشبختانه در کانادا سیستم مالی به صورتی هست که میشه به قول معروف تا حتی بدون دام پیمنت به قول معروف بشه خونه گرفت و از این تسهیلات استفاده کرد. در این مورد که شما توضیح دادید این سوالی به ذهن من رسید، حالا اگر کسی مقیم کانادا نباشه مثلا در ایران داره زندگی میکنه، اون میتونه وام بگیره برای مسکن؟ بله همینطوره. کسایی که از دوستانی که در ایران هستن یا کلا میتونیم بگیم خارج از کانادا هستن، اگر که بخوان که خونه بخرن، اینوستمنت در کانادا داشته باشن، با اینکه مقیم اینجا نیستن، این امکانات بانک بهشون ارائه میده که بتونن خونه رو بخرن. حالا نحوه کار به این صورت هست که عزیزانی که در ایران هستن، اگر که حالا دوستی، آشنا، فامیلی کسی رو در تورنتو داشته باشن، میتونن توسط ایشون این شخص خونه رو برایشون پیدا بکنه، خونه‌ای که به قول معروف به صورت اینوستمنت یا سرمایه‌گذاری داریم بهش نگاه میکنیم و این خونه به خریداری بشه به شخص به نام شخصی که در ایران هست. یعنی لزوماً احتیاجی نیست که اون شخص خریدار در کانادا باشه، میتونه در ایران باشه. خونه خریداری میشه. حالا به قولن قصه این چطوره پرداخت میشه؟ این خونه بعداً اجاره گذاشته میشه و این اجاره اونقدر هست که بتونه ماهیانه و اون وام که اینجا به مورگج معروف است پرداخت بشه. بسیار عالی. آقای رحیمیان میتونم حالا از شما سوال کنم که برای این وام حالا اینا میتونن بیمه هم بگیرن؟ یعنی کسی داره از ایران خونه میخره، حالا باید حتما این خونه رو هم بیمه کنه، میتونه بیمه هم بکنه؟ 100% ما پروداکت هایی داریم که هر پروداکتی حتما یه ریکوارمنت های یک نیاز هایی براش هست و به تبع با توجه به دامنه فعالیت ما قطعا سراغ این هستیم که بتونیم اون نیاز رو بر اساس اون پروداکت مچ بکنیم، هماهنگ بکنیم و بتونیم اون شخص رو در واقع پوشش لازمه رو براش به وجود بیاریم. درسته. خب اینجا همین فکر میکنم بعد نباشه این سوال رو مطرح کنیم. پرسه ایمیگریشنشون جلو میفته اون کسی که توی ایران هست و تصمیم داره به اینجا بیاد اگر خونه بخواد قبلش بخره، این کمکی میکنه به اون برنامه؟ بله خواهشان. سوال خیلی خوبی رو مطرح کردیم. معمولا همه دوستانی که در ایران هستن مخصوصا این سوال رو میکنن که اگر ما که مقیم این کشور نیستیم، اگر که بخوایم خونه رو بخریم، آیا این پروسه کمک میکنه که ما بتونیم ایمیگرنت بشیم؟ نه. خدمتتون عرض بکنم که اولین اقدام اینه که شما به یک نوعی
به قول من اینوالو داستان کانادا و ایمیگریشن خواهید شد. به چه صورت؟ به صورت اینکه شما باید به سیستم بانکی اینجا وصل بشین، یکی از علت‌ها باید حتما یه حساب داشته باشین که بتونه این وامشون اقساط شما پرداخت بشه. پس برای اینکه این مراحل بانکی انجام بشه، حتی خرید خونه انجام بشه و شما یه مقداری درگیر مسائل میشین، به این صورت هست که وقتی که شما فرم اپلیکیشن به قول معروف این لندد ایمیگرانت رو برای مهاجرت پر میکنین، تو اونجا قید میکنه اینکه من خونه‌ای دارم، حساب بانکی دارم، پولی داره پرداخت میشه، من دارم سرمایه‌گذاری میکنم. حالا اگر نه مستقیما اثری بذاره، به صورت غیر مستقیم، خب به قول معروف مامور ایمیگریشن میدونه که شما یه اینوستمنتی در کانادا شروع کردین و سرمایه‌گذاری انجام دادین. درسته. حالا در نظر میگیریم که تازه واردی وارد اینجا شد، منظورم بله. اصلا لحظه ساعت اولی که رسیده اینجا بله. دو تا سوال برای من میمونه، این که اولا میتونه وام بگیره و بعد که بیمه، حالا در مورد وام شما بگید که میتونه وام مسکن بگیره، نه کاری داره نه شغلی داره، تازه رسیده به اینجا. بله، سوال خیلی خوبی کردیم. مسلما این افرادی که تازه وارد کانادا میشن و نه شغلی دارن نه کردیتی دارن، خدمتتون عرض بکنم تحصیلات برای این دو عزیزان هستش. یه پروگرامی هست بهش میگن که در بانک به نام Welcome to Canada for New Immigrant، کسای تازه واردی که از مهاجرین تشریف آوردن اینجا که همونجوری که فرمودن نه شغلی دارن نه کردیتی دارن، در این دوستان کسایی که دام پیمنت پول پیش برداخت 35% رو بذارن، در همون وهله اول میتونن خونه بخرن. مشکل. حالا در مورد بیمه چی؟ کسی که میرسه اینجا طبیعتاً حتی به عنوان ایمیگرانت هم که بیاد تا 3 ماه حتی اون کارت اوهیب کارت رو هم نداره، میتونه بیمه داشته باشه؟ بله، ما اصلا توصیه میکنیم مردم حتماً توجه بکنن، در هر حال بیمه اون هم در کشوری مثل کانادا این نیازه و ما این امکان رو داریم که حتی در واقع در بدون بتونیم این شخص رو بیمه های مختلفی که وجود داره، فقط هم بیمه لایف نیست، بیمه عمر نیست، بیمه کریتیکال ایلنس به همون اندازه مهمه که بیمه عمر مهمه، بیمه دیسابیلیتی به همون اندازه مهمه، چرا که ما با ریسک و خطر در هر حال سر کار داریم. ریسک و خطر حتما بر این استوار نیست که حتما یه مدتی بگذره و از بعد به ورود حتی همینجور مستعذر هستید که ما در اون 90 روزم که بیمه نداریم که میایم بیمه میگیریم، کلاینت های ما حتی کسانی که از ایران با ما در ارتباط هستن تقاضا میکنن که ما بیمه رو براشون مدارکشون رو بفرستیم یا کسی که اینجا هست بهشون این بیمه رو ازشون بیمه رو از ما میگیره براشون. علتش اینه که به محضی که پاشو میذاره توی گیت، به محضی که پاشو میذاره تو کانادا، بیمه است و خیلی مطلب مهمه، چون که خبر نمیکنه واقعا اتفاق که کی به وجود میاد، کی پدید میاد. پس توصیه ای که در واقع برای کسی که میخواد بیاد از همون ایران به فکر بیمه خودش باشه، چون در واقع ما صادر میکنیم نه بیمه از ایران. نه، متوجه شدم. به خاطر اینکه بیمه ای رو که ما میدیم بسیار بیمه کاملیه، متاسفانه بیمه‌ای که در ایران هست اصلا ما توصیه نمیکنیم، افراد میان دچار دردسر میشن. ما نمونه بسیار زیادی رو باهاش داشتیم، صحبت سر این بوده که چه در مورد بیمه عمر، چه در مورد بیمه کریتیکال ایلنس، چه در مورد دیسابیلیتی و مدیکال، همه اینها رو ما میتونیم و قادر هستیم بیمه براشون صادر کنیم.